بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته وأصحابه أجمعين. بینندگان عزیزمون، خدمت همه شما عرض ادب و سلام دارم. الله سبحانه وتعالی همه ما را حفظ کنند از شر نفسهایمون، از شر شیطان و دامهایی که برای گمراه کردن ما پهن کرده، از شر کارهای بدمان و از شر وسوسه های انسانها و شیاطین. گفتیم که بیننده سوال کرده بودند، این سوالی بود در مورد سوره مبارکه اسراء صحبت داشتیم و بعد سوره حشر یا همون غزوه بنی نظیر و در مورد غزوه احزاب بود. امشب میایم صحبت میکنیم در مورد سوره مبارکه حشر یا همون سوره غزوه مبارک بنی نظیر. قبل از اینکه وارد قضیه غزوه بنی نظیر بشیم، بسی جای شکرش هست. انسان هر اندازه نعمتهای خدا را شکر کند کم هست و در دل سختی ها نعمتهای بزرگی نهفته است. در موقع سختی هاست که شخصیت ها شناخته میشن، احزاب گروه های مختلف شناخته میشن، اونهایی که منافق هستند، دشمنان دین هستند، کره و کینه دین رو به دل دارن مشخص میشه. بعد از نزدیک به یک ماه سکوت، حزب الله صحبت کرد. الحمدلله اون چهره حقیقی خودشون رو نشون دادن. بسیار جای شکرش هست. بعد از 27 روز 28 روز که غزه میبینیم که داره ویران میشه، نسل کشی را انداختند، ببینیم که این حسن نصرالله چی گفت، چی دفاعی کرد. خود را بری دونست از قضیه اینکه دخلی داشته باشه یا ایران در این قضیه دخالتی داشته باشه. ما اصلا خبری نداشتیم تا وقتی که رخ داد. الحمدلله بسیار جای شکرش باقی است. همیشه داریم میگیم که بابا اینها هیچ وقت خدمتی به امت نکرده اند و نخواهند کرد و اگر یه زمانی جنگی بین امت، کل امت و یهود در بیفتد، بدون شک، هیچ شکی نکنید که حزب الله و امثال حزب الله، اونی که تو یمن هست، اونی که تو ایران هست، همه با یهود خواهند بود. البته منظور حکومتشون هست، همه با یهود هستن. تاریخشون اینگونه بوده. امکان نداره که اینها با امت باشن. و دیدیم که حتی مهدیشون هم وقتی که میاد کاری به یهود نداره، کاری به نصارا نداره. همه میگن بهشون ایمان میارن. تنها کسی که ایمان نمیاره و ازشون قبول نمیکنه توبه، کی؟ اهل سنت. اهل سنت رو میکشه. فقط کشتن اهل سنت هست. ببین خاطر الحمدلله که چهره حقیقی خودشون نشون دادن. و به قول صبحی طفیلی که قبلا دبیر کل این جنبش رو به عهده داشته، گفت همش میگه برنامه ریزی خودشونه. این موشکی که میندازن، اینی که میزنه، اونی که تو یمن یک موشک های پرتاب میکنه، یک سر و صدایی میکنند، شاخ و برگی براش قرار میدن، تبلیغات که از یمن داره میزنند، یا تو عراق این کار کردن، همه بازی های خودشون هست. وگرنه تو دریای سرخ اگه تو راست میگی، اون کشتی های اسرائیلی هستند، یهود هستند، میخوای بزن اونجا بزن، ولی این جرأت رو ندارید. همش دروغ میگید به مردم. بازیست، بازی دادن مردم هست. هنوز اینها میخوان که چهره اینها را حفظ کنن، یعنی یهود، آمریکا، اروپا، همه سعی دارن که این چهره‌ای که برای حزب الشیطان
و یارانشون اونا که توی عراق هستن، توی یمن هستن، توی مثلا درست کردن، میخوان این چهره را حفظ کنن که اینها مدافعان فلسطین هستن، اینها اسلام هستن. خب الحمدلله خدا همه را رسواشون کرد، رسوا شدن الحمدلله. ببینیم که حتی این صفحه لپتاپ رو داشته باشیم. میگه که حسن نصرالله به اسرائیل چراغ سبز نشان داد. ببینید حسن نصرالله به اسرائیل چراغ سبز نشان داد که وارد جنگ نمیشه. معذرت میخوام. وی بیان داشت طوفان اقصا 100% کار فلسطیناست. الحمدلله، بسیار جای شکرش هست. این اگه داره تقیه میکنه ظاهرا میگه خب الحمدلله، این جرأتی هیچی ندارن، پس بسی جای شکرش هست که اگر دخلی هم داشته الان میگه ما دخلی نداریم، یعنی اینقدر ترسو هستن که جرأت هیچ ندارن، جرأت ندارن بیان به کمک اهل غزه، یا اینکه اهل غزه رو عمدن کمک نمیکنن که اسرائیل اونها رو از بین ببره، آمریکا و نیروهای غربی اونها رو از بین ببرن و خودش نظارگر هست. خب این حق این چیزش هست دیگه. این حالت هست، یا تقیه میکنه که دروغ میگه، یا هم داره راست میگه، حقیقتا راست هم میگن اینها که خبر نداره و نمیخواد هم. ولی الان اینها بعد از این 27 روزی که منتظر، چقدر تبلیغات براش کردن، چقدر این دقت کنید این برنامه ریزی شده برای این که بیان سخنان این فرد تجزیه و تحلیل کنن چی گفت آخر، چه خدمتی کرد به فلسطین، قضیه فلسطین، جز خیانت، جز فروختن، جز به قول اینجا میگه که چرا سبز نشون دادن، بین که وارد جنگ نمیشه تو بزن. یه تهدیدی میکنه تو بعضی سایت ها میخوام میگفته، میگه که این داره میگه تو به من کاری نداشته باش، منم به تو کاری ندارم، تو هر کار میخوای بکن، غزه را ویران کن، هر کار میخوای بکن آزادی، ولی کاری به من نداشته باش، منم به تو کاری ندارم. ولی به قول حسن چیز صبح توفیلی میگه همه برنامه ریزی خودشون هست، همه نمایشنامه هست، همه تئاتر دارن بازی میکنن با امت. خب میگه تو حالا اونها صفحه لپتاپ داشته باشیم. میگه تلویحاً به اسرائیل فهمانید که حزب الله هیچ قصد جنگ با شما را نداره. در ادامه اضافه نمود که جنگ ما با اسرائیل بستگی به حرکات اسرائیل داره. آنها تا فعلا چند نفر ما را کشتن، ما براشون هشدار دادیم. کشتن اما شما فقط هشدار دادیم. وی خطاب به آمریکایی‌ها میگه که ناوهای شما ما را نترسانده و نخواهد ترسان. آره مشخص هست. بعد میگه در آخر پیروزی غزه را تبریک گفت. به تو چه اصلا قضیه غزه؟ الحمدلله که خیلی ممنون تا فرمان. چهره های نفاق همیشه در این موقعاش مشخص میشه. منافقین، کسانی که به امت خیانت میکنند، الان مشخص میشه و مشخص شد الحمدلله. واقعا این از فضل خدا بود. اینهایی که این قضیه رو چقدر باش تجارت کردن، چقدر سر صدا کردن، برای خودشون اعتبار و حیثیتی گرفته بودن در بین جامعه اهل سنت که اینها خود را مدافع اهل فلسطین معرفی میکردن. الان الحمدلله آبرو حیثیت، حتی اونهایی که مدافعشون بودن، مدافع هم اینا بودن، میگفتن که اصلا سخنرانی این آخوند در حد انتظار نبود. به قول مشهور دیگه کوه زایید، بعد چی زایده؟ یه کاهی. به قول عربا میگه که چی؟ یه موش زایید. این همه سرصدا، این همه تبلیغات براش میکردن، این همه تبلیغات براش میکردن، حال آخر چراغ سب نشون داد بزن بکوب. و دیدیم که بعد از سخنرانیش هم که دیگه رسما اعلان کرد که ما با شما هستیم، ببینید چطوری مدارس و بیمارستان ها و ماشین های آمبولانس رو همه میزنن. ببینید که این آخوند، ببینید اصلا کاری قضیهش برایش بحث اسلام نیست، بحث برایش ولی فقیه مشخص است. صفحه لپتاپ رو با هم دیگه داشته باشیم. بینندگان، بیننده عزیز، چیز اتاق فرمان.
میگه پروژه‌ای که ما داریم و ما هیچ گونه اختیار دیگه نداریم، هیچ گزینه دیگری نداریم، چیه؟ چون ما مسلمان عقائدیان مؤمن هستیم، خب مشخص است عقیده چیه و ایمان به چی داره. هو مشروع دولة الإسلامية وحكم الإسلام وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما میگه که میخوایم که حکومت اسلامی داشته باشیم و جمهوری اسلامی لبنان مستقل نداشته باشیم، بلکه تابع چی باشه؟ جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. بله ممنون تاق فرمان. جمهوری ما میشیم جزء جمهوری اسلامی بزرگ که به رهبری امام زمان هست و الان کی حکم میکنه؟ نائبش آیت الله خمینی. این در اون زمانی که گفته. این پروژه شون هست، پروژه دین نیست، پروژه ولی فقیه و اون ولایت فقیهی که اعتقاد دارن و زمینه را آماده کنند برای ظهور اون مهدی که میاد یا مسیح دجال که میاد، میخواد همه مسلمان ها را بکشد، مسجد الحرام را خراب کنه، مسجد پیامبر را خراب کنه، قبله را تغییر بده و همچنین حجر الاسود هم ببره به مسجد اعظم در کوفه و کتاب جدید، حکم جدید دیگه، احکام اسلام باطل میشه، کنسلش میکنن به اون حکم آل داوود، بر اساس حکم آل داوود، نه بر اساس حکم رسول الله، نه بر اساس حکم آل رسول الله، نه حکم آل داوود. خب حالا بعد از این صحبت هم بیاییم به بحث امشبیمون که در مورد سوره حشر و غزوه بنی نظیر هست. ابتدا این آیاتو ببینیم که این سوره در سوره حشر بهش میگن، صفحه لپتاپ داشته باشیم. خب شروع میشه از تسبیح الله سبحانه و تعالی که هرچه در آسمان ها و زمین هستند همه تسبیح الله میگویند، بندگی الله دارند، خدا را پاک و منزه میدارند از هر عیب و نقصی و خداوند با عزت و حکمت هست، عزت داره، قدرت داره، عزیز هست و حکیم هست. هر دو این صفت خیلی مهم هست، عزیز بودن همراه با حکمت. یه وقت انسان عزت داره، قدرت داره، اما حکمت داره، یه وقتی حکمت داره عزت نداره. بعد فوری وارد قضیه بنی نظیر میشه که الله هست، اوست، تنها اوست. دقت کنید، الله بود، یعنی این قدرتی که بود، این کاری بود که الله کرد، یعنی این در توان مؤمنان نبود، در توان مؤمنان نبود، الله بود که کافران اهل کتاب و از سرزمینشون برای اولین حشر به حساب بیرون کرد از سرزمینشون. حالا جالب اینجاست که میگه چی؟ ما ظننتم من یخرجو، شما اصلا گمان نمی بردید که از این سرزمینشون بیرون برن. قدرت داشتن، قلعه ها داشتن، نیرو داشتن، اسلحه داشتن، تعدادشون بیشتر بود و خودشون هم گمان بردن. نه، هم شما اینو گمان داشتید، اصلا گمان نمی بردید که اینها از این سرزمینشون، از اینجایی که اومدن و اشغال کردن بیرون برن و خودشون هم گمان می کردن که قلعه هاشون اونها را از خدا حفظ می کنه، در برابر لشکریان خدا اونها را حفظ میکنه. فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، اما خداوند از جایی که اونها گمان نمی بردند با اینها رفتار کرد و در قلب هاشون رعب انداخت، وحشت انداخت، خونه هاشون رو خراب میکردند با دستان مؤمنان، با دستان خودشون. ای انسان های صاحب بصیرت، ای عاقل ها عبرت بگیرید. خب تفران ممنون، جریان چیه؟ خب در این قضیه بنی نظیر میبینیم که بعد از
یه دوچار یه خیانت میشن. دقت کنید، چون در طبعشون این خیانت هست، در طبعشون این خیانت هست. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کردن، اومدن به مدینه، تشکیل دولتی دادن، با یهود وارد مذاکره میشه، قرارداد با اونها میبندن که در کنار همدیگه باشن در حفظ مدینه، در دفاع از مدینه. خب ببینیم که جریان چیه که این آیه در موردشون نازل میشه. در مصنف عبدالرزاق این قضیه توضیح داده شده. قبل از اینکه سبب نزول رو اینجا از کتاب مصنف عبدالرزاق صنعانی بخونیم، اینو بگیم که در مورد این سوره دو سبب نزول اومده. یکی که نظر مورخین گفتن، مثل محمد ابن اسحاق رحمت الله علیه، و روایتی که محدثین دارن. روایتی که محمد ابن اسحاق داره یک روایتی است که سندش مقطوع هست، از نظر سندی مشکل داره، ولی مشهور شده. و اینم اون مشهورتش چیه که رسول الله صلی الله علیه وسلم میرن به نزد این قبیله، چون قرارداد داشتن که به همدیگه کمک کنن در مسائلی که هست، و به رسول الله کمک کنن در ادای خونبهای دو تا از کسانی که توسط یکی از اصحاب رسول الله به اشتباه کشته شده بودن. گفتن باشه، هیچ اشکال نداره، همراه با ابوبکر و عمر و علی و گروهی از صحابه رفته بودن. بعد با خودشون گفتن که الان بهترین موقع هست که شما از شر محمد راحت بشید. سلام بن مشکم گفت که این کارو نکنید، عهد و پیمان نشکنید که برای ما مصیبت به بار میاره. قبول نکردن. یکی رفت گفت که من میرم سنگ بزرگ آسیابی رو از بالای قلعه که زیر به دیوار قلعه در سایه نشسته بود رسول الله، میگه من از اونجا سنگو میندازم. از آسمان به او خبر رسید بر اساس این روایت، و رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند شدن، دیدن تأخیر کردن، اصحاب هم رفتن. بعد گفتن که جریان این گونه بوده، بعد رسول الله اونها رو محاصره کردن. این روایت هست، این روایت تاریخی مشهور هست که شما در کتاب ها حتی سیرت رو میخونید، در کتاب های تاریخ که میخونید این روایت رو میارن، که از طریق ابن اسحاق هست، از طریق واقدی هست، از طریق خلیفه خیاط هست. همه اینها سندشون از نظر سندی مشکل داره. اما روایتی که ابو داود آورده، مصنف عبدالرزاق آورده، در مصنف عبدالرزاق به تفصیل اومده، تفصیل بیشتری است، ما اونو میخونیم. صفحه لپتاپ رو داشته باشیم. قضیه دیگری است. این از نظر سندی سندش درست هست. میگه که کفار قریش قبل از جنگ بدر کفار قریش نامه نوشتن به عبدالله ابن ابی ابن سلول و کسانی که هنوز بت پرست بودن از اوس و خزرج. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه بودن قبل از جنگ بدر. دقت کنید، الان رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه هستند. مشرکین قریش نامه می نویسند به عبدالله ابن ابی ابن سلول و کسانی که هنوز مشرک بودند قبل از جنگ بدر، اونا را تهدید می کنند و می گویند که باید محمد و اونایی که اهل مکه هستند شما بکشید، بیرونش کنید، وگرنه ما به شما حمله می کنیم. خب گفتن که شما این فرد ما دوست ما را پناه دادید، شما در مدینه بیشتر هستید، هنوز جنگ قبل از جنگ بدر بود، هنوز اسلام قدرتی هم نداشت، اسلام هم زیاد منتشر نشده بود، و سوگند به خدا میخوریم یا
او را میکشید یا او را بیرون میکنید یا اینکه ما عرب ها را جمع میکنیم، قبایل عرب را جمع میکنیم، همه میاییم به مدینه که شما را بکشیم، مردان شما را بکشیم و زنانتون را به اسارت بگیریم. تهدید. یه دقیقه برگردیم تا فرمان ببینید. پس یعنی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن و اون قافله قریش رو میخواستن بگیرن بعد جنگ بدر پیش اومد، ببینید که از قبل هم مشرکین چگونه قصد جنگ با پیامبر رو داشتن. میخواستن پیامبر رو بکشن، میخواستن پیامبر رو ترور کنن، میخواستن این شخصیت رو از بین ببرن. تهدید میکنن که توسط خود مشرکین مدینه کشته بشه. اون زمان عبدالله بن ابی بن سلول هنوز مشرک بود، هنوز منافق نشده بود، علنا مشرک بود. این بعد از جنگ بدر بود که دیگه عبدالله بن ابی بن سلول دیگه دست به نفاق زد، اظهار اسلام کرد، دید اسلام قدرت پیدا کرده. سران 70 نفر از سران کفر، سران مکه در بدر کشته شدن. ترسید، در ظاهر ادعای اسلام کرد. الان نامه می نویسن میگن شما یا باید خودتون با محمد به جنگید اونو بکشید، یا محمد رو بکشید، یا از مدینه بیرونش کنید. اگه این دو کار نکردید، گزینه سوم ما قبائل عرب رو همه جمع میکنیم، میاییم حمله میکنیم به مدینه و مردانتون رو میکشیم، زنانتون هم به اسارت میگیریم. وقتی که این نامه، این پیام به عبدالله بن ابی بن سلول میرسه و اونهایی که با او بودن مشرکین، بعد میگه که جمع شدن و ارسلو، خودشون کسانی که هنوز مشرک بودن همه رو گفتن که جمع بشیم. و اجمعو، صفحه لپتاپ، لقتال النبی صلی الله علیه وسلم و اصحابه، اتفاق کردن که با رسول الله صلی الله علیه وسلم و یارانش بجنگن. رسول الله صلی الله علیه وسلم با خبر میشه که عبدالله بن ابی بن سلول و مشرکینی که در مدینه هستن این برنامه دارن، بنا به تهدیدی که مشرکین قریش داشتن. رسول الله صلی الله علیه و آله اونها را با اونها ملاقات میکنه، بهشون میگه که لقد بلغ وعید قریش منكم المبالغ، خیلی تهدید قریش شما را ترسونده، خیلی وحشت کردید. رسول الله به عبدالله بن ابی بن سلول میگه، میگه ما کانت لتکیدکم باکثر مما تريدون ان تکیدوا بانفسکم، این کیدی که شما در حق خودتون میخواید بکنید، این ضربه‌ای که خودتون میخواید به خودتون بزنید، اونها نمیتونستن. شما میخواهید فانتم هؤلاء تريدون ان تقتلوا ابناءكم واخوانكم، شما میخواهید با کی بجنگید؟ میخواهید با فرزندان و برادرانتون بجنگید؟ یعنی اینکه شما خودتون بیایید فرزندان و پسرانتون رو بکشید و برادرانتون بکشید؟ چون گفت این چی دیوانگیست شما میخواید بکنید؟ اینقدر ترسیدید که میخواید فرزندانتون، پسرانتون، برادرانتون رو بکشید؟ خویشاوندانتون رو بکشید؟ وقتی که اینو از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدن، تفرقو، متفرق شدن. این تیر مشرکین در اینجا به هدف نمیخوره. میگه که خب کفار قریش با خبر شدن از قصدی که عبدالله بن ابی بن سلول داشت و اون صحبت رسول الله که اونها را متفرق کرده. و کانت وقعت بدرین، بعد جنگ بدر پیش اومد. بعد از جنگ بدر، فكتبت كفار قريش بعد وقعت بدر الى اليهود، بعد از جنگ بدر حالا میان باز نامه نگاری میکنن، این بار به یهود مینویسن. انكم اهل الحلقه والحصون، شما نیرو دارید، سلاح دارید و قلعه ها دارید. خب همون تهدیدات میکنن، میگن که و انكم لا تقاتلن صاحبنا، یا با محمد و یارانش میجنگید، اونها را میکشید، یا اینکه لنفعلن کذا و کذا، یا ما چنین و چنان خواهیم کرد. همون تهدید.
ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. دیگه زنانتون رو به اسارت میگیریم و خلاخل اون به حساب زیورالاتی که زنها به پاشون میکردن میگه جلو بیرون، هم شما نمیتونید بگید، اونها رو از پای زناتون بیرون میاریم. تهدید سنگینی کردن بهشون. میگه فلما بلغ کتابهم الیهود، وقتی که این یهود این نامه را دریافت کردند، اجمعت بنو النضیر علی الغدر، بنو نظیر اتفاق همشون بود که خیانت کنند، که رسول الله را بکشند. حالا چطور پیامبر رو بکشند؟ ببینیم. فارسلت الی النبی صلی الله علیه وسلم اخرج الینا فی 30 رجلا من اصحابک، گفتم که با 30 نفر از یارانت بیا، ما هم 30 نفر از یهود از خودمون انتخاب میکنیم، در یک جایی نصف فی مکان کذا نصف بیننا و بینکم، در یک مکانی که به حساب نصف هست بین ما و شما، فاصله نصف هست، 30 نفر از ما 30 نفر از شما. بعد اونا یهودیان از شما بشنون که دعوت چیه، اگر این 30 نفر تو را تصدیق کردن، به تو ایمان آوردن، همه ما ایمان میاریم، همه ما ایمان میاریم. میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم با 30 تا از یارانشون رفتن. پس دقت کن اینجا بحث عالم الغیب بودن رسول الله هم نیست. اینقدر ادعا میگید که رسول الله صلی الله علیه و آله علم غیب داشت، علم غیب نداشت، ندونستند. با 30 نفر از یارانشون میرن، با 30 نفر از یارانشون میرن و 30 نفر از علمای یهود، 30 حبرا من الیهود، حتی تا اینکه یک جایی که رسیدن به هم دیگه گفتن که خب اینها 30 نفر هستن، شما هم 30 نفر هستید، کاری نمیشه کرد. 30 نفر از یاران شمراش هستن که دوست دارن، که همشون دوست دارن قبل از محمد بمیرند. چه فایده شد؟ از نو گفتن که نامه نوشتن، پیام فرستادن به رسول الله، میگه چطوری ما میتونیم با هم تفاهم داشته باشیم در حالی که 60 نفر هستیم؟ 60 نفر تفاهم کردن، به تفاهم رسیدن خیلی مشکل هست. 3 نفر از شما، 3 نفر از ما، تو با 3 نفر بیا، ما هم با 3 نفر میایم. بعد اینها واشتملوا علی الخناجر، خنجرهاشون هم در زیر لباساشون پنهان کردن که میخواستن بدین وسیله به رسول الله صلی الله علیه و سلم حمله کنن، رسول الله را ترور کنن. حالا اینجا جالب هست، فارسلت، صفحه لپتاپ من نمیشه بدور تلش کنم، میگه که زنی از بنی نظیر به برادران، فرزندان برادرش نوشت، در حالی که این برادرش مسلمون شده بود، از انصار بود، و بهش خبر داد. فاخبرته خبر ما ارادت بنو النضیر من الغدر برسول الله. انتوالا رسول الله صلی الله علیه و آله نمیدونستن که جریان اینها چیه، میخوان خیانت کنن. یه زنی میاد خبر میده به برادرش که مسلمون هست و از انصار هست، میگه که اینها این برنامه دارند. میگه که برادرش سریع میاد خودشو به رسول الله صلی الله علیه و آله میرسونه، بهش خبر میده قبل از اینکه به نزد یهود برسه، قبل ان یصل النبی صلی الله علیه و آله الیهم، قبل از رسیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم به اون میعادگاهشون، دیگه برمیگرده. رسول الله برگشتن، فردا رسول الله صلی الله علیه و سلم با نیروها میره اونها رو محاصره میکنه، بنی نظیر رو محاصره میکنه. بهشون میفرمان که انکم لا تأمنون عندي الا بعهد تعاهدونی علیه، ازشون خواستن که از نو تجدید عهد و پیمان کنند. اون عهد و پیمان چی بود؟ که اگه خیانت کردید دیگه ما و شما با هم دیگه رابطه
مسالمت آمیزی نخواهیم داشت. لا تأمنون، در نزد من امنیت دیگه شما ندارید، امانی ندارید در نزد من مگر با عهد جدید. فابو، خودداری کردن که عهد و پیمان بدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم با اونها جنگید در اون روز. خب این جنگ میکنه در یک تیر اندازه شده باشه. میگه فردا رفتن به طرف بنی قریظه با لشکریانشون. بنی قریظه رو به حال خودشون رها کردن، چون نامه به کل یهود نوشته بودن، به بنی قریظه و بنی نذیر هم نوشته بودن. و از بنی نذیر رو تعاقب رفتن به طرف بنی قریظه، گفتن که عهد و پیمانتون تجدید کنید، چون این نامه اومده بود از طرف مشرکین، اونا تهدید کرده بودن و از اونها خواسته بودن که عهد و پیمانشون رو بشکنن. رسول الله بهشون میگه از نو عهد و پیمان از نو می‌بندیم. بنی قریظه قبول میکنن. فانصرف عنهم، تموم شد دیگه، چون با اونها عهد و پیمان بستن، اونها رو رها میکنه، میاد به طرف بنی نذیر، اونها رو محاصره که میکنه، قبول میکنن که از سرزمینشون بیرون برند. الجلا، کوچ اجباری دیگه، به خاطر خیانتی که کردن. دقت کنید، خیانت کردن، میخواستن رسول الله صلی الله علیه و آله ترور کنن دیگه، بر اساس تهدید مشرکین. حالا در هر ممنون تا فرمان، در هر دو روایت میبینیم که بنی نذیر خیانت کرد، چون روایتی که گفتیم که روایت ضعیف هست و چنین روایتی که در مصنف عبدالرزاق و سنن ابو داود هست که سند صحیح هست. در هر دو روایت میبینیم که بنو نذیر خیانت میکنه، میخواد رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ترور کنن، بر اساس نامه‌ای که مشرکین مکه نوشتن و تهدیدی که اونها داشتن. خب بر چه اساسی کوچ دادن که به اندازه بار شتر میتونن وسایلشون رو بردارن، مگر سلاح، حق برداشتن سلاحشون رو ندارن. بودن اونهایی که درهای خونشون، در خونشون هم میکندن، امرای خودشون مونن. یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین. دقت کنید، اینها گمان نمی بردن که به این سادگی تسلیم بشن. و قذف فی قلوبهم الرعب، خداوند در قلب اونها وحشت انداخت. اونها قدرت داشتن، نیرو داشتن، سلاح داشتن، قلعه داشتن، اما اون ترسی که خدا در قلب اونها انداخت، چون کسانی بودن که محبت دنیا دارن. ولا تجدنهم احرص الناس علی حیات و من الذین اشرکوا، یعنی حتی از مشرکین محبت زندگی دنیا بیشتر دارن، خیلی براشون زندگی دنیا مهم هست. خدا در قلب اونها وحشت انداخت. گمان می بردن که قلعه هاشون اونها را حفظ میکنه، پناه میبرن. گفتن که ما قلعه داریم. منافقین هم پیام بهشون دادن، حالا دیگه بعد از جنگ بدر هست دیگه، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم استاد محترم، شاد شما خوش. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم، این وضعیت فعلی که در فلسطین دیده میشه و این منافقین، ما یاد از حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میفتم که میگه منافق مثل بز ایران از در دو رمه که بالاخره تلف و هلاک خواهد شد. این منافقین انشاءالله هلاک خواهد شدن. و ما یک سوالم داشتم که چند وقت پیش مطرح کردم که آیا این وضعیت فعلی که در فلسطین جریان دارد از طریق حدیث پیش بینی شده بود، صراحتا گفته شده، و یا خیر اگه معلومات بدین دوباره سواده کردین، باز ما از یادتون رفتیم. فراموش خواهش میکنم، حتما انشالله. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. سلام علیکم. بله، در احادیث اومده
و اصلا سوره اسراء که ما توضیح دادیم این همون وعده است که خدا داده دیگه، بر اساس همون وعده خداست. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کودهایی که زنگ میزنند به شبکه شما و دروغ میگویند، اینها شبیه همین یهودیان هستند، یعنی خداوند اینها رو در یک ترازو قرار داده. اینها دشمن پیغمبرانشان بودند و این شیعیان هم دشمن حسین شدند و حسین را کشتند. این یهودیان بدعت و خرافات در دینشان گذاشتند و این شیعیان هم خرافات و بدعت در دینشان گذاشتند. این شیعیان بسیار ترسو هستند و از مردم عادی، این آخوندها از مردم عادی برای دفاع از خودشان، برای دفاع از این دین جدیدشان استفاده میکنند و حکومت اسرائیل هم از کشورهای دیگر کمک میخواهد و همیشه ترسو و ناتوان است. ملت ایران بداند که هر کس محبت این رافضیان را داشته باشد، در دنیا و آخرت خداوند بلاهای زیادی شامل حالشان خواهد کرد. اما استاد، این برنامه های زنده شما در هیچ شبکه ایران وجود ندارد. برای مشتکین امام پرست همچین موقعیتی نیست که زنگ بزنند سوالات و شکیاتشان را بپرسند، چرا که شبکه های آنها پر از سانسور است. اما اینها اینجا اجازه دارند که صحبت کنند، دانه عقایدشان را بگویند و اشکالاتشان را برطرف کنند. ملت ایران، ای اهل شیعه‌ای که دوست داری موحد شوی، استفاده کن از این موقعیت، بسیار طلایی است. زنگ بزن سوالت را بپرس، مثل ما موحد شو که از این قل و زنجیر و از این بدعت ها و خرافات آزاد شوید. آمین. ممنون. و سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. قاچ نگاه کنید، این حوادث ما در سوره مبارکه اسراء که دو جلسه رفتیم، مثلا خداوند به بنی اسرائیل اعلان کردن که شما دو بار فساد میکنید، حکومت که به دست گرفتید فساد میکنید، فساد سنگین و بزرگ، و در هر مرحله بعد از هر دو فسادتون بعد سرکوب میشید. وعده آخرت که میاد، که الان این وعده هست، این وعده هست، فرمان که جئنا بكم لفیفا، شما را جمع آوری میکنیم، یعنی در زمین. و قلنا من بعده لبنی اسرائیل، بعد از موسی به بنی اسرائیل گفتیم چی؟ اسکن الارض، تو زمین پراکنده بشید، ساکن بشید، همه جا پخش و پلا شدن. فاذا جاء وعد الاخره، وعد دومی که اومد، جئنا بكم لفیفا، شما را جمع میکنیم، میایید. این وعده خداست. و بعد گفتیم که در برنامه بازخوانی تاریخ صحبت کردیم که در اینجا مسیحیان هم یه مصلحتی دارن از اینکه یهود تشکیل دولت بدهد، از اینکه یهود فساد کنه، از اینکه یهود بکشد. برای چی؟ چون معتقد هستن که باید برای بازگشت مسیح به سرزمین مقدس، به زادگاهش، یهود بر اساس وعده هایی که تورات داده، یا اون پیشگو، بهش میگن نبوات تورات، پیشگوهای تورات، وعده های تورات، اینها این سرزمین مقدس مال اونها میشه، در حالی که این وعده کاملا در مورد اینها نیست، برعکس است. برای بازگشت مسیح اینها، یهود باید تشکیل دولت بدهد، فساد کند که بعد مسیح نازل شود. مسیح که آمد هم یهود را خواهد کشت و هم مسلمان ها میگن. یهود هم معتقد هستند که وقتی که آخر الزمان شد، اون منجیشون، مخلصشون، نجات دهندشون، خلاص کنندشون که اون مسیح دجال هست، خواهد اومد
مسیحیان و مسلمان ها را خواهد کشت. در روایاتی که در احادیث صحیح هست که بر اساس همین سوره مبارک اسراء، این جنگ رخ میده، جنگی رخ خواهد داد بین ما مسلمان ها و بین یهود، تا جایی که درخت و سنگ هم به حرف میان، میگن که ای مسلمان بیا که پشت سر من یک یهودی است او را بکش. این وعده حق هست، در احادیث اومده، در قرآن اومده. این جنگ ارتباطی به جنگ آخر زمانی که مسیح میاد نداره. دقیق کنید، دو قضیه هست. این جنگی که رخ میده و سبب این میشه که یهود شکست بخورن و خیلی از یهودهای متدین در آمریکا هستن، در خود فلسطین هم هستن، که مخالف تشکیل دولت یهود هستن، زیرا معتقد هستن که تا قبل از قیامت هر حکومتی تشکیل بشه یهود داشته باشه، این حکومت باطل است. همون گونه که شیعه اعتقاد داره که هر حکومتی، هر پرچمی که قبل از قیام مهدی برپا شود، حکومت طاغوت است. همون فکری است که از یهود گرفتن، چون مؤسسین یک هست، یکی هستن، مؤسس فکر امامت و مؤسس اون فکر اون یهودیان یکی هستن، فرق نمی کنن. خب این اعتقاد دارند و میگن که تشکیل دولت یهود یعنی کشته شدن یهود، جمع کردن اونها در یک جا به معنی از بین رفتنشون هست. و خودشون هم کاملا میدونن که معمولا حکومت که داشتن 80 سال بیشتر نشده، بعد از 80 سال دیگه از بین رفتن. الان هم همین ترسشو دارن خودشون. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم استاد حسینی عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خود یک سوالی من دارم، سوال اولی اینه که خود رسول الله در چند قتل به اصطلاح شرکت کردن؟ حضاکی بوده؟ آیا همش در خود به اصطلاح شبه جزیره عربستان بوده یا نه؟ در به اصطلاح منطقه شامات هم بوده، یعنی شامل مثلا رومانی ها هم بوده؟ اینه مادر که تو به توضیح بدین. و بعد استاد دجال، یعنی مسیح چیه و مسیح دجال چیه؟ دو نفر اصلا مسیح کسی دیگه، مسیح دجال باز کسی دیگه، اینه میخواد روز به توضیح بدیم. خدا رزید میکنه، خدا حافظ. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسن باشید. اهلا وسهلا. بفرمایید. الله سبحانه وتعالی به شما ذکر خیر بده. جمیعاً. استاد حسینی، شما در مورد حسن نصرالله و علی خامنه، یعنی شیعیان جنایتکار، این دشمنان الله سبحانه وتعالی و انسانیت، اشاره کردید که اینا در طول تاریخ ننگینشون یک بار هم برای مسلمانان نه اینکه قدمی بر نداشتن، بلکه درست علیه مسلمانان اقدام کردن، زیرا که واقعا اونا با دین الله سبحانه تعالی در ستیز هستن، ما مسلمان هم پیرو به این دین هستیم. در نتیجه اینا راه شیطان رو در بر گرفتن و کسی که در راه شیطان باشه طبیعتا با انسان مبارزه میکنه، علل خصوص انسانی که تابع دین الله سبحانه تعالی باشه، یعنی مسلمانان. ولی من برای من همیشه جای تأسفه که علمای مسلمان نمای ما از اینا حمایت میکنن، ادعا میکنن اینا میتونن با ما برادر باشن، با ما دوست باشن، در صورتی که الله سبحانه وتعالی در قرآن خودش میفرماید مؤمنان با ما هم برادر هستند. ببینید استاد حسینی، در این قضیه حتی حمله این جنایتکاران، این یهودیان صهیونیست جنایتکار به این مسلمانان مظلوم فلسطین، به این سرزمین اشغال شده فلسطین، علمای ما بر منبر رسول الله صلی الله علیه و آله مسلمانان رو گوش زد کردن، گوش مسلمانان رو کشیدن، گفتن شما اسرای اونا رو بدون قید و شرط آزاد کنید. ببینید استاد، من تعجب میکنم که این علمای ما چطور قرآن الله سبحانه تعالی رو خوندن، چطور از دین اسلام فهمیدن، چطور فرامین رسول الله صلی الله علیه و آله رو مطالعه کردن. من برام جای تعجبه، حتی مدرسه دینی دارن ولی متاسفانه امروز این سخنان رو میگن. من مسلمان واقعا باید تکلیفم روشن بشه که چرا این علما اینطور صحبت میکنن. و من حقیقتا از شما منتظر دارم، یعنی شبکه شما که توحید رو میگید، اینان رو این یعنی این گونه
کلام رو منعکس بکنید و نقد بکنید. ممنون. خب من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. خواهش میکنم. یه پیام دیگه داریم. خواهش میکنم. سلام علیکم. علیکم السلام. الله. بله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خب نو کنید. پس اینها این انتظار دارند. بله، مسیح دجال اون کسی است که یهود انتظارش داره. مسیح علیه السلام هست که ما هم اعتقاد داریم بر اساس اون چیزی که قرآن میفرمایند، و انه لعلم للساعه و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. اینها همه اومده، هم در سوره شوراس اگه اشتباه نکنم که صحبت میکنه که عیسی را به عنوان علمی است، نشانه ای برای قیامت معرفی کرده. بله، سلام علیکم و رحمت الله. خوب، و هم در سوره مبارکه مائده هست اگه اشتباه نکنم، یا سوره مبارکه نساء هست که میگه که اهل کتاب قبل از مرگ موسی، مرگ عیسی بهش ایمان میارن. ما اعتقاد داریم بله، عیسی برمیگرده، خدا اونو یکی از علائم قیامت قرار داده که اوست که با دجال، با همون مسیح دجال میجنگه، اونو میکشد، از بین میبرد. پس این مسیح دجال هست، یه مسیح عیسی علیه السلام هست. و بدین خاطر، به خاطر اعتقاد اینی که دارن، اینا هیچ عنوان راضی نمیشن به قضیه این که صلح کنن یا دو تا دولت هم داشته باشیم. سلام علیکم. خب اینا به هیچ عنوان راضی نمیشن. به این خاطر در طول این مدت هیچ وقت هیچ صلحی رو نپذیرفتن. امکان داره مقطعی موضعی یک قضیه صلحی را قبول کنن، اما قبول نمیکنن، چون اعتقاد داره. شما دیدید که مرتب الان هم سران اسرائیل و هم سران ولایت متحده اعلام میکنن این جنگ، جنگ دینی است. و گفتیم که اصلاً اونهایی که کشور اسرائیل به وجود آوردن اعتقاد دینی داشتن، بر اساس یک اعتقاد دینی. بالفور وقتی که این وعده بینده و حتی رئیس نخست وزیرشون همه مسیحیان معتقد و مؤمن بودند، ایمان داشتن به این که باید مسیح، برای اومدن مسیح زمین سازی کرد. بالفور بر اساس این ایمانش این وعده را به یهود داد. دقت کن، تا حالا هر چی بهتون گفتن که میگن نه بابا اینها حکومتاشون دینی نیست فلان، همه به ما دروغ گفتن. رئیس جمهور، سران آمریکا، رئیس جمهورشون همه معتقد به این قضیه هستن و معتقد به این جنگ رخ میده، جنگ هرمجدون. در این جنگ میگن که مسیح میاد یهود و مسلمون رو میکشه، یهودیان میگن که اون مسیح خودشون میاد، که میگیم مسیح دجال، مسیحیان و مسلمان ها رو میکشه. ما میگیم اون جنگ، اون اومدن مسیح الان این نیست، این جنگ دیگری است که در صحیح مسلم اومده، در صحیح بخاری اومده، در صحیح مسلم اومده که میگه که پشت هر درخت و سنگی هم پنهان بشن، بهشون میگه که بیا که پشت سر من یهودی پنهان شده اونو بکش، مگر درخت غرقد، یا اون شبیه در زبان معلم میگیم کور، درخت کوری، درختی است که پهن میشه، درختی پهن میشه، پشت اون میگه خودشون پنهان میکنن. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد، من میخواستم بگم که رژیم مرحوس جمهوری اسلامی به خاطر این جنگ غزه رو انداخت که روی دو ستون پایدار رژیم جمهوری اسلامی، درست واضح نیست. نفهمیدم چی فرمودید. من متوجه نشدم چی فرمودید بیننده عزیز. اما در مورد غزوه های رسول الله صلی الله علیه و سلم، ببینید غزوه های رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما یک غزوه داریم و سریه غزب، اون اصطلاحی است، یعنی علما به اون جنگ هایی که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور داشتند، فرماندهی رو به عهده داشتند، بهش میگن غزوه. اما
نیروهایی که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرستادن و خودشون حضور نازم بهش میگن سریه. تعداد سریه ها کمتر هست از تعداد غزوه ها. غزوه های رسول الله صلی الله علیه و سلم، حالا گفته شده 19 تا، گفته شده 21 است، گفته شده 26 تا 27 تا. یک غزوه هست به اسم غزوه مؤته میگن که رسول الله صلی الله علیه و آله حضور نداشتن، اما به خاطر اینکه یک جنگ بسیار مهمی بود باز بهش گفتن غزوه. در اونجا چون فرماندهش به عهده کی بود؟ زید بن حارثه بود و بعد عبدالله بن جعفر فرمانده بوده میگه که شهید میشه، عبدالله بن رواحه شهید میشه و بعد فرمانده به تعبیر خالد بن ولید میگه رضی الله عنه که 3000 در برابر حداقل 30000 نفر بودن که عقب نشین تاکتیکی میکنه و لشکر رو نجات میده. این غزوه مؤته هست. با اینکه خود رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور نداشتن بهش گفتن غزوه به خاطر عظمتش، به خاطر اهمیتش. غزوه تبوک قبلش بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ملاقات با پادشاه روم رفت، لشکریان روم. سلام علیکم و رحمت الله. بله بفرمایید. و علیکم السلام. بفرمایید. ما میخواستم درباره غزوه احد کم معلومات به دست بیارم. ان شاء الله یه وقتی حتما، ان شاء الله یه وقتی ان شاء الله وقتی شد فردا شب ان شاء الله در مورد غزوه احزاب صحبت خواهیم کرد ان شاء الله. اگه وقت شد در مورد احد هم صحبت میکنیم، اگه نشد یه وقت دیگه ان شاء الله صحبت خواهیم در مورد غزوه احد ان شاء الله. سوالی نداشتید؟ درست درست. خیلی خوب، خداحافظ شما. ممنون، خیلی ممنون. خب پس این خارج از رفت به طرف اردن تبوک که سوره مبارک، خب مسافت هم خیلی دور بود، در اوج گرما بود، در زمانی بود که از نظر اقتصادی هم جامعه اسلامی وضعیت خوبی نداشت. فی ساحت العسره قرآن میگه منافقین گفتن که لا تنفروا فی الحر، اوج گرما هم بود، موقع رسیدن درخت خرما هم بود، خرما بود. دشمن هم کیه؟ روم. که منافقین میگفتن که اینا چقدر فریب خوردن، غره ها اولای دین هم. اینا فریب خوردن بابا، اینها که دیگه عرب نیستن، اینها بنی اسفر روم هستن. و میگفتن اینا دیگه بر نمیگردن. خب سوره توبه خیلی به تفصیل در مورد غزوه تبوک صحبت میکنه، غزوه تبوک که خارج از مرزهای اون جزیره رفت به طرف اردن بوده، از اردن زیر سلطه پادشاهی روم بود. پیام هم که اومده بخونیم که بینندگانمون ناراحت نشن، ما هر وقت نمیرسیم. این در غزوه بنی نضیر دیدیم که بعد منافقین، فقط این خلاصش کنیم که منافقین پیام میدن عبدالله بن ابی بن سلول به قبل از این که اینها، پیامبر بهشون مهلت داد که در یک مهلتی شما باید برید بیرون. قبل از این که مهلت تموم بشه منافقین عبدالله بن ابی بن سلول به اینها پیام میدن که شما بیرون نرید، ما با شما هستیم. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. با قسم میخوردن، گفتن که ما با شما هستیم، اجازه نمیدیم که شما را بیرون بیاریم، ما میاییم پیش شما، ما شما دفاع میکنیم. بعد الله فرمود که اینها دروغ میگن، نه میرن به کمکشون، اگه از مدینه بیرون شون اینها هم بیرون نمیرن. خب بعد دیدن که کسی نیومد، اینها اون قراردادی که با پیامبر هم بسته بودن که برن بیرون نقضش کردن، باز گفتن ما نمیریم. پیامبر اونها را محاصره کرد. بعد خب خداوند قذف فی قلوبهم الرعب، در قلبشون رعب و وحشت انداخت و تسلیم شدن، بیرون رفتن. منافقین در اینجا میخواستن به کمک
بعد خدا از اونها به عنوان برادرانشون یاد میکنه، برادران یهود، به اخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب. خب بیایم یک کمی که دیگه پیامبر اونها را از به حساب مدینه بیرون کرد و اینها دسته دسته بعد خب از مدینه که بیرونشون کرد، بعضیشون رفتن به طرف کجا؟ به طرف خیبر رفتن، بعضیشون مثل سلام ابن ابی الحقیق و کنانه ابن ربی ابن ابی الحقیق، حیی ابن اخطب، اینها از سرانشون بودن، رفتن تو خیبر نشستن که اینها در به وجود آوردن غزوه احزاب نقش اساسی داشتن. سران بنی نذیر که از مدینه کوچشون دادن رفته بودن الان در خیبر بودن، اینها در به وجود آوردن غزوه احزاب سال پنجم نقش اساسی داشتن و بعضیشون هم که رفتن به طرف شام از رعات، از رعات شام. خب بینندمون اعتراض داره، به این بینندمون که تماس میگیرن اسم آقا کیوان که در همیشه ایراد دارن به مولانا عبدالحمید، قبلا هم صحبت کردیم بابا، بالاخره یه منبری بذاریم بگیم که آزادی است، حالا اونا هر چی میخواد مولوی بگه، شما چرا تعجب کنید؟ شما ما داریم رأیمون میگیم بدون اینکه بخوایم بهش اهانت کنیم، اون رأی خودشو داره، از دیدگاهی به قضیه نگاه میکنه. شما شرط نیست که هر کس هر چیزی گفت که شما قبول کنید، که یک امکان در یک شرایطی باشه و سخنی داشته باشه. میگه که خب این آستانه انتخابات مجلس عراق مقتدا صدر یکی اصلا بله علمش کردن با تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل امر شد، نخواهد شد، یعنی منم باشم، اصلا نه آمریکا این اعتقاد داره و نه اسرائیل اینو قبول داره، هیچ کدام از اینها دیگه تماس نگیرید چون وقت برنامه نیست و نمیشه جواب داد، هم آقا کیوان و هم باقی دوستان تماس جواب نمیدن. نکنید اینها این به این اعتقادی ندارن، به قضیه صلح اعتقادی ندارن، اصلا فلسطینی را در اونجا اصلا براش ارزش قائل نیستن، حق حیات قائل نیستن. دقت کنید اینها نه آمریکا نه اسرائیل و اونهایی که متدینینشون هستن چه در کشورهای اروپا یا دیگه که معتقد به نزول مسیح هستن و چه یهود چه مسیحیان معتقد، هیچ کدام به قضیه صلح اعتقادی ندارن، تشکیل دو دولت براشون معنایی نداره، اصلا معنایی نداره، قبول ندارن. از سال 1968 که که تشکیل دادن تا حالا چقدر کشورهای مسلمان این پیشنهاد صلح دادن، مگه تا حالا قبول کرده؟ اصلا قبول نمیکنه، اصلا به هیچ عنوان قبول نمیکنه، چون اعتقاد داره، یک جنگ دینی میدونه، جنگ دینی این اعتقادش هست، اصلا برای قراردادهای صلح ارزش قائل نیستن. چرا بیاد توی سازمان ملل متحد گزارش سازمان حقوق بشر پاره میکنه؟ چرا رئیس مجلس آمریکا میگه جنگ ما دینی است بعد با اینا بیستیم؟ رئیس جمهورشون همه اعتقاد به این دارن، همشون اعتقاد به این دارن که این جنگ جنگ مقدس است، جنگ دینی است. به خاطر اینکه ما بگیم که تشکیل دو دولت حالا آرزوی ما باشه، اینها قبول ندارن. یعنی ما بخواهیم هم که به یهود این حقو بدیم که بیاد آقا شما اشکال نداره بشینید در این کشور، اونا این حقو به تو نمیدن، چون قضیه دیگری است.
مسیحیان چرا اینقدر پشت یهودو گرفتن در این قضیه، براشون سرزمین مقدس و موعود و فلان و اینقدر اموال در اختیارشون قرار، اینقدر اسلحه در اختیارشون قرار میدن، سکوت میکنن در برابر جنایت هایی که میکنن، برای چی؟ چون میگه باید این کار رو انجام بدهند اونها، ما هم باید دفاع از اینها کنیم که مسیح بیاد. بگه قضیه دینی است، اعتقاد داره. بله خب دیگه پیام ها زیاد هست. ما بیننده سوال کرده که اولا مسئله خصوصی، خب بفرمایید پیامتون رو بفرستید، بعد در مورد شیخ مفید و کافی و مجلسی از دوره اونها بدید کتاباشون از چه منبع بوده. انشاءالله فکرم قبلا صحبت هایی هم داشتیم و بعد هم صحبت انشاءالله به زمان خود صحبت هم، الان فکر نکنم بتونیم، ولی خب در آینده حتما صحبت خواهیم کرد انشاءالله. ولی به طور کلی بگیم که چیزی به اسم علم حدیث در شیعه نداره. هر چی که در کتاب اومده اصولیشون رو اعتراض میکنن، میگن که به حساب نه احادیث باید تقسیم بندیش میکنن، اما اونهایی که از اونها به عنوان اخباری یا اخباری یاد میشه معتقدن تمام اون چی که در کتاباشون همه صحیح هست و مجلسی هم از جمله اونهاست، معتقد است هر چی در کتب اربعهشون باقی کتاباشون اومده همه اعتبار داره. چون اگر اینها بر اساس علم حدیث برن جلو یک حدیث صحیح هم نخواهند داشت. چون جرو در تعریف علم حدیث میگن که علم حدیث صحیح نظر شیعه میگن چی؟ میگه حدیثی است که امامی از امامی ثقه و عادل که عادل باشه نقل کنه تا به امام معصوم برسه. این از جزء مستحیلات است، نخودسیایی است که باید پیدا کنند، اصلا نمیشه پیدا کنند، یعنی جزء مستحیلات است که تو اینو پیدا کنی. خب وقتی برنامه‌مون کاملا تموم شد، همه ما در حفظ الله سبحانه و تعالی، خداوند ما را بر ایمان بمیرانند و ما را با انبیا صدیقین شهدا و صالحین محشور گردانند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.